درود بر شما هموطنان گرامی. امروز 18 دسامبر ساعت تقریبا 9. من یه لحظه زدم این رادیو بی بی سی انگلیسی رو نگاه کردم. ببینید بی بی سی که خودشون برای خاندان سلطنتشون چقدر تبلیغ میکنن، نسبت به خاندان شاهنشاهی ایران چقدر نامحترمانه برخورد میکنن. داره مثلا راجع به مسائل ایران صحبت میکنه، یه زن بلاگری اوورده به نام سحر که اصلا نمیدونیم کی هست. حالا اینو که معرفیش میکنه، گوش بدین اون قسمتی که راجع به شاهزاده صحبت میکنه، روش گفتن شاهزاده رو خودتون گوش بدین ببینین هارون‌زاده چی میگه. گوش بدین الان. One such solidarity event took place in London last night, and one of the women who took part is here in the studio. Sahar is a British-Iranian food blogger. Welcome, Sahar. میگه که یه پروتست یه راهپیمایی تو لندن اتفاق افتاد برای همراهی با مردم ایران. یکی از کسانی که تو این راهپیمایی بود، تو این راهپیمایی تظاهرات بود، کسیه که راجع به غذا مطلب می‌نویسه تو اینترنت، فود بلاگر به نام سحر، ما هم نمی‌دونیم کیه. ولی حالا الان میرم سراغ قسمتی که راجع به شاهزاده رضا پهلوی داره صحبت می‌کنه. ببینید چقدر تحقیرآمیز، چقدر بد داره اسم شاهزاده رو میاره. این زنکه سحر وقتی بخواد راجع به شاهزاده صحبت کنه چطوری صحبت میکنه؟ گوش بدید. Like there's so many different influential people like Nazanin Bunyadi, Hamer Ismaili, Nasi Al-Nejad, and even Shah's son, even he is also being vocal. So ببین میگه که یه تعدادی هستن که حالا رهبری میکنن، نازنین بنیادی، نمیدونم مسیح علی نژاد، حامد اسفاجون، شاهز سان، مثلا میگه پسر شاه، مثلا جونش در میره بگه شاهزاده. ببینید کی اوردن و چی داره میگه. حالا این حرفی بود که این زنک زد، بذارید مال خود بی بی سی هم که چطوری صحبت میکنه اونم براتون بیارم. You mentioned one of the descendants of the Shah, for example, and I just wondered what that might mean to people in Iran. Of course, 79 was an eruption of feeling against the Shah. Is there any sympathy there, or was in Iran now for the royal family, or is that the wrong person to be involved in the movement? یارو بی بی سی چیه؟ داره میگه که یکی از بازماندگان خاندان شاهنشاهی، نمیگه شاهزاده، یعنی جونش در میره بگه کرون پرنسس، کرون پرنس یعنی شاهزاده. بعد میگه سال 79 یه مخالفتی با شاه بود، آیا مثلا این فرد اشتباهی نیست توی رهبری؟ حالا ببین این زنک چی جوابش میده. Personally, I don't agree him to be involved. He doesn't want to be a leader himself. I mean, he has said himself, but there's still his supporters that want him. But I think it's good to have these people. I'm not saying he should be the leader, but it's good to have different people with, you know, influences to get together and, you know, create something for this, for the revolution or this revolution, and to be the leaders. But not specifically him to lead it. I don't think it's quite good, because as you said, 1979 happened, and he's got still his opposer. So این زنک فود بلاگره، یعنی سواد و دانشش در حد قرمه سبزی و تاس کباب آلوه. حالا رادیو بی بی سی اینو واشته آورده که به جهانیا بگه که بله، خاندان شاهنشاهی پهلوی تو ایران جایگاهی ندارن، سال 79 هم مردم مخالفشون بودن. یعنی این بی بی سی چقدر پدر سوخته است، رو خاندان سلطنتی خودشون چقدر مانور میدن، وقتی میرسه به خاندان شاهنشاهی ایران اینگونه زشت برخورد میکنن. خیلی دست از کثافت بازی برنمی‌دارن.